Tu cu ce zadi? Hang Zephrey! It's Zephrey! I don't listen to the haters, man, I treat them like the enemy. Had a couple traitors, man. Amir, به زور تصمیم گرفته. به زور یعنی چی؟ به خاطر اینکه مامانش مجبورش کرده ریشاش رو کوتاه کنه. مادر من چمدون جمع کرده از خونه بره. برنامه‌ای خیلی نابی وسط دارم علی. میگه تو ریشات نظرم ول نمی‌کنه. الان من قیافه خیلی جالبی ندارم ولی می‌خوام بذارم بلند شم ببینم چجوری میشم بالاش. بعد می‌خوام آخر این فیلمو حتما دنبال کنم. حتما قدم به قدم با من پیش بیاین. الان من این شلواره که در میارم کسی نمی‌بینه به نظر. دیدین؟ موی میشه بعد وقتی میپوشی تیغای مو میره توی علی سب کن آرایشگر رو دیدم یک کاری میکنم منم انجام بدم. آرایشگر با دستمال توالت از این کارا نمیکنم. لعنتی این دستمال توالت علی. آرایشگر با دستمال توالت از این کارا نمیکنم. مرسی بابا مرسی. آرایشگره که دارن این کلیپ رو میبینن قشنگ خیلی بی اعترامی ریزی کرد. علی جان یه لایه میزنن ها. کل دستمال توالت داری میزنی با خاطر من. اصلا نمیدونم دلیلش چیه ولی میزنن دیگه. به نظرتون چه شکلی میشه ریشام بره؟ من که میگم شبیه امیر. شبیه آفرین. دقیقاً تو این دستم خواستم ایموجی ان بذارم. مرسی بابا مرسی. آی لوف یو پی اف سی. اجازه واقعی هستم. میاو. آی لوف یو پی اف سی. اجازه واقعی هستم. گفتم میخوام کوتاه کنم. گفتم مطمئن 100% هم پشیمون میشی. خودم میدونم مجبورم میخوام بزنم. علی هم پشیمون شد. پشیمون شد. گل خوردم. مامان من میرم. اجازه داریم. اجازه میدی من برم از این خونه. این چیزی که قرار روشن کنه جالبه. بله. حضرت امیر هستم. چهره نورانی من رو میبینید. یه حاله از نور دور منه. حالا با چی موت کوتاه کنم؟ با قیچی. خاصه قیچی نداری نه تی. آقا کنسل شد برنامه. مرسی که فیلم رو تماشا کردید. واقعا ریشه و موام خوب بود خدا وکیلی. آخرین باری که دارم دست لایه ریشام میکشم. من تازه یه حرکت جدیدم با ریشام یاد گرفتم. نگاه کنید نگاه کنید این ریشا رو اینجوری میدونم. میتونم این اون ایکس منه اینجوری کنم. ماشین و قیچی و اینا پیدا نکردم. به جاش ایده بهتر دارم. چه ایده؟ بس 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 خون اومد خون اومد خون اومد. یه ذره بیشتر میگردی خواهش میکنم. اولین نفری هستم که با شمشیر راه ریشامو میزنه. تو کنم اولین بلاگر ایرانی که با شمشیر ریشه یکی زد علی باشه. وای علی واقعا با این زد منو. اوس پیشنهاد میکنم این کار رو تو خونه امتحان نکنید اصلا. کسایی که ریش دارن واقعا درد شدیدی رو احساس کردن. الان یه طرف صورتم سر. اول با بزرگترین شماره امتحان میکنیم. از این دنیا متنفرم. از این زندگی بدم میاد. هم به خاطر کی دارم ریشامو میزنم. قول دادم ریشامو بزنم. تو باشی دیگه قول الکی ندی. آره لعنت به دهانی که بعد موقع باز میشود. جب گیر میشود. اینم تو چیشت میره؟ آره همه رفت خوبه بیشتر. بزنگ بزنم به مادرم. نه این هیچ تغییری نکرده از نظر مادرم. نه نه همینجوری میرم اصلا برمیگردم. اونم میگه هیچ تغییری نکردی که. هر وقت که مثلا موام اینقدر باشه بکنمش اینقدر تازه خورده تغییرات رو احساس کنه. الان با این یس مطمئنی؟ میدونم به گو خوردم میفتم. میدونم به گو خوردم میفتم. همین مطمئنی؟ شماره 3 هستا. آره مطمئن 100%. از کجا شروع کنم؟ مطمئنی 100%؟ میخواره؟ خداحافظی گواهشو. آخرین بار خداحافظ ریش قشنگ من. سب کن سب کن لعنتی. من با خودم اوکی نیستم. میشه با اون یه چیزی بزنی تو سرم؟ سب کن یه دقیقه مامان. یه دقیقه با آخرین بار به مادرم زنگ بزنم. گوشی رو میدی؟ صدات رو آیفونه. من از شما خواهش میکنم بذار من ریشامو نگه دارم. منو دوست داره نه فکر نمیرم خونه سالمندان. مرسی مامان مرسی. میزنم اصلا نمیگیره. یواش
شت 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 نخند نخند اون شمشیر رو بده من نهانت به بهت گفتم مطمئن نیسته مطمئنی که آره وسط بزن اینه اون ایکس بده واجه یک کپی شدم یه سریلی از این شد همینجور نگه دار اوی نزن نزن اینها رو من پشیمون شدم بچسب میگه چسب داریم خود از او زمین ما دقیقه برده اینجوری اگیرش این دار خودت نگاه کن نمیخوام میدینم قیافه هم انترین قیافه روی زمین شده نه بال شده نگاه کن اوی حاجی میخوای یه سیبیله چیزم بذار چیوری؟ این چیه لعتی؟ آه هیتلری چیو؟ نمیخواستم بگم هیتلری اینقدر تو آلمان میترسم از این کلمه میگم از خودم متنفرم کابوی غمگین واقعا بر شمشیر ریشامو زدی هنوز تو شوکه اولین نفری هستم که واسه آخرین بار مرتبش کنم ظرف سیبیلیتم بزنی آماده ای با اون نه شانس آوردی ای نگفته اون نگفته بودی زده بوده وای آجی خیلی بچه شدن این تاره چی بار اینی که میداری من اونگیر میکنم انعکاس پیدا میکنم صدایش برو برو برین میشنبی؟ پشکام بذار با صفر بزنم نه بزنم دو روز دارم دو روز دارم دو روز فقط دو روز بزن ساییدی ما رو بزن با صفر بزن خیلی هم فهمه اینجی نکنه غمگین نباش بتونم کوتاهش کنم نزن این ماشین رو بتره کنی نصف سرم باشه نصف سرم فکر کن ریشه رو میذاری نصفه که میشه اول خودت نگاه کن Why are we still here? Just to suffer به خوبه بیشتر بذارم خوبه همین خوب علی خوشم میاد یعنی خیلی حرفه‌ایه. بله بله تی من خودم یاد گرفتم. بی‌حوصله ترین آرایشگر دنیاست. اصلا نمیپرسه چه مدلی بزنم نه چی یهو ماشینو میندازه لای موها. اون آرایشگره هم که میپرسن چه جوری بزنم واسه اینکه دلت خوش باشه. دقیقاً این راستیه. اونم کار خوش. کلا هر آرایشگری به نظر من تو کل زندگیش یه مدل مو بیشتر بلد میدونه. حالا اون مدل مو رو یه ذره قرافرش زیاد میکنه ولی همشون یه مدل مو رو بلدن. حالا نصفش رو انجام دادم تا پول نگیرم تمومش نمیکنم. اینو فعلا بذار چی بده بقیه‌اش هم بعد. اوکی. من الان ریشمو زدم. هیچی واسه از دست دادن نره. من الان این در برم بیرون ها فقط 13000 یورو بدهکارم با اون با بدون ریش. من ریش گذاشته بودم فرار کنم تا ترس طلب کارا حاجی خیلی قیافم زایه است واقعا قیافم زایه است نه خیلی اعتماد به نفست زایه است آره اعتماد به نفستم که ریده ولی قیافم هم ریده این ویدیو اگه تو یه روز 40000 تا ویو بخوره امیر کچل میکنه ابروامو میزنم جف ابروامو میزنم من نگفتم خب من تو جبم اگه 40000 تا توی یک روز 45000 تا 50000 تا میخوره به نظرت ابرو تا تو یه روز اگه 50000 تا ویو بخوره من ابروامو میزنم ابروامو میزنم با تیغم میزنم قول میدم همینجا جلو دور میذارم استایل گرفتن ماشین رو نگاه انگار داره گوسفند چشم گوسفند اینجوری از دور نگاه داداش نرین تو موها میگه بفرمایید اسپایدرمن علی جان احساس کردم یه جایی رو زدی تو وسط سرم ها قرار بود دور موها بزنی واقعا با داداش هم داشتیم صحبت میکردیم گفتیم آرایشگرایی که مثلا میرینن مثلا اونجا که میدن اینجا یه دست میکشن روش برای اونجا ادعا میدن دقیقه تو همین کاری کردن تا اینجا از کنم روی موها میخوام با اون نمره بزرگه بزن نه خوبه نه نه روی موها بزن خب کوتاه کنی با اون نمره بزرگ خوب الان نه با تو چیکار داری؟ مای من یا مای تو
اوکی. یه نمره این کوتاه‌تر نداری؟ عکسشو ببینید قرار چی بشه چی شد. خودت گفتی شماره 3. تورش کردی لعنتی. من گفتم مطمئنی گفتی آره. گفتم مطمئنی. پیش پیش بگم کچلم بکنم. اون مغلو شوره. اونم ندارم. پولم اونم ندارم. نه. خدای هیکلم ندارم. من چی دارم؟ یه کمک برم کن. منو داری. نزد دهن من باشه. دو سه دقیقه دارم فکر میکنم که من قیافه ندارم چی دارم عوضش. بیننده ها رو داری؟ راضیم. دایرکت ها پره. توی کشور خیلی خفن داری زندگی میکنی. یه چی میکنی لنتی؟ خیلی آرزوشونی جای کسی باشه. آره خوده. خانواده داری؟ تن سالم داری؟ بله بله خدا رو شکر. گوه خوردم. گوه خوردم. علی جان دیگه بس. همیشه به داشتهاتون افتخار کنید. همیشه نیمه پر لیوان رو نگاه کنید. همیشه نیمه مثل این نباشید. مثل این نباشید. از این بابا از پشت ریدی. از جلو هم. آره از جلو هم ریدی. بخشی از یه آرشگر میرم یه تغییرت میکنه. ناشی دوتا هم بدن صورتم. مرسی ممنون. آخه هر حرفی که میزد مثلا میگفتم مامان غذا چی داری؟ غذا قرمه سبزی داریم برو ریشات هم بزن. میگفتم مامان من دارم میرم بیرون. برو پسرم به سلامت ریشات هم بزن. اون سر دنیا زلزله اومده مامانم یه همین میبینی ریشات هم که نمیزنی. خیلی تاثیر گذاره علی. اوه 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 تمام مو از روی صورتم رفت. اوه عزیزم چیکار میکنه؟ نمیدونم هول کرده. علی یه ضرب المثل هست قدیمی ها میگن، میگن انو هرچی هم بزنی بوش بیشتر میشه. خب به نظر من دارم همین کار میکنم. انو هرچی داری قیچی میزنی خب حس کنی بیشتر بو میاد. بیشتر بو میاد. تکون نخواب. آها یعنی من تکون بخورم خراب میشه. بیشتر هم میخوره. تا حالا نریدی؟ نمیدونم چیکار میکنم. به نظر سیم پنکه رو قیچی کنم خب بعد دو سر سیمو به خودم وصل کنم میمیرم؟ نه ولی من میکشم چون که سیم پنکه رو قطع کردی. علت فوت به دلیل قطع کردن سیم پنکه علینا. من میخوام خودکشی کنم اونو قطع میکنم اینم با شمشیر منو نصف میکنم وسط. ببینم چقدر زشت شدی. مرسی میدونم. واسه خودمون زندگی نمی کنیم واسه خانواده همون دارین زندگی میکنیم. جدی میگم مادری که به خاطر ریشای فرزندش رو مورد فشار قرار میده. عمره نه لختم لختم میاد نه 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 زدم دیگه تموم شد. ناموسن زدم تموم شد به خدا زدم. نزد این نوزو اینجوری کنم که میگرم. بیا بشید ریشید دو میزنم. خدا وکیلی میگم للهان میگم بشید للهان دارم میگم برم اعتماد کن. حسه میکنی سپ خیلی بالا ریشم رو شقیقم کوتاه نکن. واا خفن رازی. ای رازی تو رازی موقعا رازی کجی رو میشه عجب خریه دهنت سری تو کجا رو زدی؟ خنگ سفره این این سفره من عمرا نمیدونم میدنی باید تو زدی کم شو خدم بیا بیا ریشتو میدنم ریشتو میدنم به اعتماد. این کارا رو تو خونه انجام ندینا. این ترس عبروات رو میدنم ایشویل ایشویل عربی گفتم
دویچلند اوبال. من همه تلاشم کردم ولی موفق نشدم، ولی ریدم تو موش. به خودم افتخار میکنم. کجاش ریدی؟ من تو اینا ببینم چه غلطی کردی. خودش قبول نمیکنه. اوه حجابم. او خودش قبول نمیکنه. آه دیگه سیبیل نداره. من میخوام با سیبیل هم بازی کنم. سیبیل نداره. یعنی ماست بذارم چند وقت. ببینم. شیت. گاهی برمیگشتم به عقب نمیذارم. گفتم دیگه بیره.